خب آم... چه خبر؟ برات اکسایتدی ها؟ آره برای اینکه میخوای اپیزود بری بعد از قرنی نه حالا دلیلش میگم توی اپیزود که چرا یا میخوای اینجا بگم اپیزود بگم. بعد بعد که شروع شد بگم به قبلش رو ببینه آره به زور بچه ها رو بفرست توی یوتیوب بگو خب از خدا که پرمون نیست از شما چه پرمون ما توی اپیزود قبلی هم از دو روی صحبت کردیم و اینها از جدی یا خنده منو با چیز نکنیم خب افتاد توی موقعینا و خب خسته بودم خسته فیزیکی بودم بعدش توی سری دست اندازای افتادم که خب خودم به این چیز اول نمی کردم زیاد به همین مطالبی که قرار بود به گمینا و اصلا از اونجا آب می داستان و اصلا توی این نبودم که در حین اون داستان رو بیام و مثلا راجع به این مطالب صحبت کنم حالا اون ضعف مدیریت من بود که نمیتونستم در این حال که اون چیز تو بکران بود بیام و راجع به این زبان های صحبت کنم ولی خب باشه من واقعا داری چی میشه می چی میگه چی چی داری چته سر گندش واقعا زیر خواهی که واقعا تو لفاف هست نگو اگر گذیت میشی خب پس هیچ نه خیلی هم میگفتن که چرا می نیست و اینا سری دلایلی بود که راه دستم نبود برم آها اپیزودو میگی الان نمیتونم نه من فهمیدم داره چی میگه ولی خیلی می 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 بازی با کلمات عجیبی داشت میکرد خیلی آه. فشار اومده بود به آقا اه... من میخواستم یه خوابی رو براتون تعریف کنم که دیدم این مادر تمام خواب هاست زندگیم دیدم یعنی خواب ری. ایمان هم میشونه این بره ببین مادر آف آل دریمز اصلا بی برو بای الان من بگم فرزاد بهتر متوجه میشه دارک دارک دیدن این دوتا <تصفح> ببین خواب دیدم من الان هم من الان همه. بعد یه بچه هست. کوچیک جلومه خب بعد بچه کوچیک رو نگاه میکنم میگم که چقدر گوگولیه مثلا چه دماغ خوشگلی و اینا بچه کیه؟ خودتی خودم خب خود. و من اینو تو خواب میدونم من, ای... من دارم خواب و از دید خودم میبینم من اینو میدونم و من بچه ها رو بغل میکنم و اینا از بچه میپرسم که میدونی من کیم میگه نه <تصحیح> <تصحیح> اون بچه نمیدونست من کیم و من داشتم فکر بگم اصلا من باید بگم و اینا نگم بعد الان این داشت اصلا مهم نیست اصلش اینجاست دیدم بچه یعنی بچه که خودم توی گردنش یه گردنبند تلاه خب مثلا یه طلای انقدی بعد روی اون گردنبنده نوشته که You will see your future <applause> جونس زمانی <applause> ببین اون بچه کوچیکی یعنی تو گردنش و اون گردنبنده رو مامان من داده بود به اون بچه کوچیکه و مامان من اونجا بود و اون جفت ماها رو میشناخت خب. هم یعنی من الان هم همون بچه ای که مثلا پنج شیش ساده شه مو به ترم سیخ شد همین الان خیلی جالب همین یه جوری میگه خوب مثلا این قرار با با خوابی که من دارم خیلی بهتر یه سری ادامه داشت رو نمیتونم بگم ولی این که رو گردنش نوشته بود که you will see your future و بعد بچه داشت میدید futureش رو که من بودم انگلیسی نوشته بود؟ آره نمیدونم چرا چون تو به اون لول رسیدی که دیگه خوابت انگلیسیه. <applause> انگلیسی انگلیسیه زیرنویسش هم انگلیسیه دار کداش دیگه درست میکرد مغزم ببینم پس اولش گفتی که بچه نمیدونست که تویی بچه هده من کیم منم بهش نگفتم من کیم ولی با... من میدونستم اون کیه و رو گردم بندی که اون بچه داشت نوشته بود که you will see your future بعد دیگه های گردم بدن عوض کنه دیگه و بگه you have seen <applause> <What's next? تصفيق> اون دیگه چی بود که این خواب دیدی قبل سریال سریال, سریال عجیبیه ببینید من هیچی یعنی بعد اون چند وقته اصلا به دارک فکر نکرده بودم اونجا یه حد خود به خود توی ناخداغای من تولی شو و خیلی جالب بود بعد اصلا صبحش یه حالت بود. آره صبحش یه حالت عجیبی داشتم نه. بریم سر اپیزود چیز نشیم بگیم قبلش چیه این هفته تجربه جدید داشتم میخوام بگم بگو بگو, بگو, بگو. چیز یکی دو فکر کنم یه یک ماه نیم دو ماه پیش بود که ماشین گرفتیم ما و ماشین به قدیمی اه... چرخش براتون اه... بچرخ ماشین قدیمی که کرولا سخت کوش بود هنوز بود و من تو فکرش فروشش بودم وقت نشده بود و خلاصه این هفته فروختمش بالاخره بعد با چقدر سود خب حالا مثلا خوب بود سود که نکردم ولی کرولا اون دپریشیشنش تو مثلا 6 سالی که من داشتم اصلا برای من در شد 2000 دو دلار یعنی خیلی چیز بود uh, ولی حالا پوینت قضیه این بود که این خانم آقایی که خریدن اولین باری که اومد ببینه خود خانومه اومد آقای سر کار بود و رفت ماشین رو دور زد باش خوشش اومد سری مشکلهایی داشت یه, س... یه جایش رنگش رفت رنگش رفته بود و خوردگی داشت و فلان و اینا خلاصه ج... چونه و حرف و ما آفر رو بستیم و و من خود کجایی بودن خانم؟ آ... آمریکایی بودن جفتشون اتفاقا اتفاق آره. بعد من دفعه اولم بود که ماشین حالا شخصی میفروختم شاید تو هم همیشه مثلا یا خریده بودیم یا مثلا ماشین ها رو پس داده بودیم به دیلرشیپ هیچ موقع نفروخته بودم به شخص دیگه بعد من توی این مرحله ای که باید مثلا میگن سند و انتقال بدی یا این داستان ها یه یه, یه استپو مثلا یک اشتباه کردم که بعد که تموم شد و مثلا خدافزی کردم اینا خیلی نا... نگران شدم و اونم این بود که پولو گرفتم پول ماشین رو کلید دادم به اونا پلاک خودم باز کردم اونا پلاک زدن اینا ولی مالکیت ماشین هنوز رو کاغذ به اسم من بود و اینا میتونستم ماشین رو بردارن برن نمیدونم تصادف کنن برن باش خلاف کنن اینا و من قرار بود فردا بیانو و من این مثلا یه دوازده ساعتی همش تو استرس بودم که مثلا چرا من چرا فلان و بعد دیدم که نه مثلا اینا اونا هم خودشون تجربه نداشتن و ولی آخر کار زر... یه چیزی چیز یاد گرفتم که تو این ترنزکشن این فقط دوازده ساعت به اسم تو بود به نام به کام اونا آره و تو اون حالا من یه کاری که هم گفتم نذاشتم ببرنش از اینجا گفتم و هر موقع برگشتید و انتقالش انجام شد ولی من یه جوری بود که خب نمیشناسی دیگه مثلا فکر کردم آقا یهو اینا بیام بردارم ماشین ببرن و کلید دستشون بود و فلان و اینا ولی تو پارکینگ تو تو میرستی تو پارکینگ تو ماشین میخوابیدی از کجا میدی نکرده نه 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 مریض نیست آن تو این بین یه ورقه یه ترانسفر هم هست میتونن ساین کنن اینا بعد این خانومه اینو یه امضا از من گرفت گفت ما بقیهش رو خودمون پر میکنیم و اینا بعد من بهش گفتم نه تو پر کن و اه... که من داشته باشم یه کپی اینا بعد کرد و اینا بعد یه لحظه گفت من اسم اشتباه یه ورق دیگه چیز کرد شروع کرد امضا کرد. شروع کردن و اینا بعد من اصلا یادم رفت که اون ورق قبلی رو امضا زده بودم یعنی یه حالت ورق رسمی چیزی امضا من روش بود و اونم دوباره رو استرس ما اضافه کرد و من اینا به فرهاد نگفتم چون اه... فوش میداد بعد, بعد ولی فردای اون روز اومدن و سند و چیز داریم ولی تجربه جالب بود من پیش همین همینجا همین همین پایین تش بود یعنی تو همی... همین پایین همه کار پایین <تصف> انجام ایمان یه قصه هم به شما ت... تخصص اختصاص نمیگیره والا نمیدونم والا اینجا دیگه ایمان بیا جلو صدات بده اینجا که دیگه د... احمد دارن از ما سو استفاده میکنن دیگه واقعا حق رشد تعلق میگیره جونم براتون به که بریم سر اپیزودمون بریم <applause> سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون نشسته سلام داره. نه کار... اصلا نشستی نه نشستی نه هستی این بغل کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم سلام سلام جونم براتون بگی که افضای 262 و دو ماس هفته پونزده هم پونزده ششو. هفته از فصل شیشم برگشتیم با یه اپیزود دیگه چطورید همه خوب خوش سلامت بله عالی آره بله خوبی من امروز فرهاد میخواد اپیزودش رو ادامه بده اپیزودی که دو هفته پیش رفته بود زبانهای عشق بود فکر کنم اسم اپیزود قسمت دومش رو میخواد بره دو قسمت یا دوم و پایانی دوم و پایانی برای دیگه <تصفح> کل تاریخ خود که هست این آخرین اپیزودی که فرهاد میتونه کلا آره میخوای یهو بریم تو اپیزود ببینیم چه خبره بریم من یه لحظه یه, یه چیز میخواستم از هفته پیشم به اشتراک بذارم میتونم الان بگم بفهم بفهم با... اصلا بهش افتخار نمیکنم آقا من یک ماه بود قرار بود نه یک ماه نه. دو هفته بود قرار بود یه آزمایش خون بدم و آزمایش خونش نیاز بود که من ناشتا برم و انجام بدم اینا هر ای شب تصمیم گرفتم که خب دیگه برم و رفتم آنلاین نوبت بگیرم دیدم که برای فوریه سال دیگه تو کل <تص> تو کل ونکوور بزرگ نوبت میدن آنلاین و غیر از اون باید که بری صبح زود دم آزمایشگاه آزمایشگاه 5 6 باز میکنه اگه بخوای که منطوری حضوری بری بعد 5 اونجا باشی خلاصه دیگه ما از 5 عصر دیگه شروع کردیم به روزه گرفتن و چیز نخوردن اینا ببین دوازده شب که شد خیلی گرستن بود بعد تبلیغ مکتونال بیمه تو اینستاگرام رفتم از این ساندویچ های ایران می‌دیدم درست میکردن آه این از اونجا میومد آره تو استریمت گفتم بعد مثلا جوجه ها رو مرینیت میکردن پیاسی اه... کتف مثلا فلان اینا من هم گفتم برو و گور پدر آزمایش خون و هر چی که هست همون رو رفتم قشنگ تو اف یه برگر مشتی سفارش دادم یه رو برام واقعا داری میگی؟ آره آره چون با اصلا داشتم دیوانه شدن سوس تریل <تصفح> 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 یه بار دیگه باید همین کارو بکنید تو که بیشتر نصفش رو رفتیم نه 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 آخه من وسط روزی او فهمیدم او من باید پنج صبح برم و از پنج دیگه باید چیز کنم از صبحش قبل باید بدونم که میخوام روز روزه بگیرم بعد ببین سردر گرفته بودم و از پیجا نمیمدم بیرون یعنی نمیمدم که آقا نبینم میرفتم بعدی از این پیتزا درست میکردم میزن لا نو دوتا کوکتل روش سس روش یه ساندویچ هایدار روش آره این ها جاییم شده تو ایران گفتم آقا اصلا من نتون ترین من سست من الان برگیر بخورم من دیشب این بلا سر آمد ما داشتیم استریم میکردیم فرهادم بود بعد پس غذا و اینا شد توی چیز همه داشته نماز ساندویچ های ایران میگفتن و اینا بعد که استریم تمام مثلا دو اینای صبح بود ببین داشتم میمردم از گشنگی یه واقعا یعنی اصلا تمام اجزای بدنم تو همدیگه داشت گره میخورد همون رفتم خوابیدم چون گفتم بشینم دیگه تا صبح غذا خوردم دیگه یه همون رفتم خوابیدم آره این کار ای کردم بعدش هم خیلی پشیمون شدم ولی دیگه به خیلی حال آره يعني... <تصح> ندامتی ندارم خیلی حالی کارون ف... <تصح> ف... تو از این سوستون سروازی ها در نه کارو که <تصح> <كرس> از از این کارو خودشو کنه ده سال میره زندان آره من تحقیر کردم خودم اینه <تصح> من هفته پیش یه کاری که خیلی وقت بود اقعب افتاده بود انجام دارم من یخچار خونم رو تعمیر کردم به زیبایی چش بود؟ چیز خواستیش نبود یه اومده بودم تو این خونه یهو یه بعد مثلا چند روز دیدم آب اومده رو زمین آه. و بعد حالا یخچال هم نوع مسالم قیافش رو اینا بعد رفته بودم سرچ کرده بودم فهمیده بودم که این اون در درین بهش میگن اون لوله‌ای که باید آب رو تخلیه کنه یه وقتی ها درین درین یا این وقتی درست کار نمیکنه یخ میزنه خودش آه. بعد یه ظاهرا مشکل طراحی دارم بعضی از این ها اون لوله رو توی سر از ویدیو گفته بود بعد عوض کنید و اینا م. و خلاصه من این یخچال رو به از عظمت کشیدم بیرون رفتم از پشت واشر شده رو در بردم رو شستم بعد یه ذره کثیف بود ولی همچنان هیچ آبی نمیومد بیرون چون از تو یخ سده بود اینجا بود که در فریزر رو جدا کردم رفتم تو فریزر با یه سشوار افتادم اون پشت قشنگ سشوار گرفتم ببین آب کرد قشنگ مثلا بهت بگم یه رو 20 دقیقه من سشوار گرفتم همین جور آب داشت میومد یعنی اون پشت کامل یخ زده بود بعد این زیرش هم به این قطر یخ زده بود اونا رو شکوندم بعد الان یه هفته گذشته یک قطره آب اون پایین نیمده آب از توی جا کش... تو کشوت میمد جا... جو... از جا از زیر خود یخچال از زیر ببین آره اون <تصفح> چون ما این مشکل رو داریم میخوام ببینم که داستانش بعد میگم باید چیکار کنی آب باید <تصفح> اصلا شد هرفوفن <تصفح> ببین <تصفح> <تصفح> آره در واقع وسط یا یک سوم پایین یخچال اونجا اینه اونجا اونجا که اون, اون, اون لوله رو در واقع از که آبو بده بیرون بعد اون یخ میزنه آب سر میخوره میاد کف یخچال بعد کف یخچال هم پر شده باشه میاد میریزه بیرون آره تو باید اون پشت آب کنی بعد لوله باز میشه بعضی وقتا لوله مشکل داره باید یه لوله هست که من یه لینک برات میفرستم سفارش میدی اون مشکل ولی یه پروسه سه ساعت اینطور طول کشید ولی انقدر خروجی لذت اسپای میگن آره انقدر لذت بخش شد خیلی الان مثل خونه بچه تمیز پایین لیست میخوای بزنی واقعا تمیز دیمونتایز شدیم منظور اینه که میگن یه جا تمیزه بخوایی لیست بزنی برو سر اپیزودت اگه یه مرور بکن اون حرفایی که اون دو سه ماه پیش زده بودی رو چون یه ذره که فاصله میفتادم یادش میره آره دو سه ماه خیلی تو اپیزود قبلی کلا زبانش رو معرفی کردیم گفتیم که هر کس از زبان عشق خاص خودش رو داره و کلا پنج تا زبان عشق رو این کتاب بررسی میکرد تو اپیزود قبلی دو تا شو معرفی کردیم و راجع به صحبت کردیم ایمان که یکی زبان کلام تاییدآمیز بود یا words of affirmation و زبان وقت گذاشتن برای یکدیگه quality time آره توی این اپیزود میخوایم سه زبان باقی مونده رو با هم ریویو بکنیم و ببینیم که چی هست حالا تو کامنت هایی که من میخوندم اون اپیزود اولیه کسایی که بیشتر حالا متعهل بودن و تو رابطه بودن برشون جالب بود و کسایی که حالا کویزه رو انجام داده بودن میزان زیادی موافق بودن با نتیجه که گرفته بودن و جالب بود واسه شون که مثلا یه همچین شناختی حالا نسبت به خودشون یا پارتنرشون پیدا کرده بودن و مشترک بود اون حسی که داشتن با خود من که دفعه اول این کار رو انجام دادم شما کردین اون تست انجام دادین کویز رو زدین یا نه بله منم من ای جدی زدین بله هم زدین من, من همین الان هم هم داشتم نتایج جمع نگاه می‌کردم خب خب می‌خواید که به اشتراک بذارید یا می‌خواید آخر کار بذاریم که راجع به صحبت کنیم هر موقع تو بگی ما این کارو می‌کنیم بذار آره آخر شده چیز کن بس بیا جلو قشای میکروفون رو ای بابا باش میگم دستم آها بگی دستم اینطوری میکروفون میگم دستم اه خب اه زبان سوم توی این پنج زبان زبان receiving gifts هست دریافت هدیه بله هدیه خب چیزیه که وقتی میبینیش به یاد اون طرف میفتی و وقتی که یعنی سمبل اون افکاریه که طرف وقتی که خریده به یاد تو بوده و درست, درست کرده باشه آره آره میتونه حتما نباید براش پول داده باشه میتونه کار دستی باشه میتونه مثلا مثلا مثالی که زده موسیقی بوده. باشه شعر خونده باشه بله باشه. بیت فرات زده باشه به قولی یه پره مثلا پره پرنده خاص پر تابوس مثلا داده باشه به شعر گفته باشه شعر گفته باشه شعر. بله همه یه کود بله. قشنگ نوشته باشه مثلا ران کنی لوله یخچال لوله میرسیم میرسیم تو به لوله یخچال میرسیم توی زبانهای بعدی و سمبل اون افکار شما نسبت به پارتنرتون هست و مهم نیست که حالا چه مقدار شما براش هزینه بکنید حتما نباید خیلی مبلغ بالایی باشه همونطور که مثالی که زدیم میتونه هر چیزی باشه که نمانگر اون افکار شما باشه بعد برای کسی هم که این زبان عشق داره و این زبان عشق اصلیش هست این فقط کافی نیست که شما تو افکارتون و تو کاراتون بهش نشون بدید و به زبون بیارید که من عاشق تمام تو ستارم و اینا یه هدیه فیزیکی هم لازمه و باید باشه تا بتونی به درستی عشق و علاقت رو به این شخص ابراز بکنی و سمبول های حالا بسری و اینطوری لمسی خیلی برای این افراد پر تره حالا تا بعضی ها. یعنی اگه کادو ندی هدیه ندی اینطوری که طرف عشق و علاقت رو زیر سوال میبره میگه این مثلا پارتنر من همسر من هیچ علاقه به من نداره من خودم خیلی اینو دیدم تو اطرافیان و برا خود من که حالا اصلا این زبان عشق من نیست و حتی تو آخرین زبان عشق من نیست خب خیلی سخته وقتی می... سخته سخت باورش و حالا باش کنار اومدن که آقا یکی همچین زبان عشقی داره و واقعا همچین چیزی هست خودم یکی از چیزام استراگل تقلا آره تقلا هم این بوده که با همچین مبحث و زبانی کنار بیام و خودم بتونم باش تطبیق بدم باری کردم میکرد کنم با هم اجرا کنیم دیگه ما برنای واقعی کلمه داریم کار میکنیم بعد حالا که میگه که آقا من اصلا آدم کادو کادویی نیستم اصلا کادو بده نیستم و اصلاً تو بزرگ شدم و تو مسیری که تو زندگی تایی شده اصلا نه کادویی گرفتم نه کادویی دادم اصلا یاد نیستم بلد نیستم یاد نیستم بلد نیستم کادو چی بخرم برای کی مثلا چه جوری به سلیقش مثلا چون واقعا کار سختی یا حالا الان شاید خیلی دری ساعتی باش برخورد میکنی ولی کادو خیلی سخته خیلی سخته من خودم رو گفتم یعنی خود من هنوزم با این قضیه دارم دست و پنجه نرم میکنم یعنی واسه دوستام که میخوایم مثلا کادو بخریم یا کلی فکر میکنی باید با اینو حرف بزنی تو یه چیزی که مثلا در خور طرفت باشه رو بگیر. بعد اگه که طرف به همچین سوالایی بر بخوره و اینا اه واقعا قدم خوبی برداشته و یه استارت خوبی رو زده چون که اولین اکتشاف رو به قولی برای یک عاشق خوب بودن انجام داده و حالا باید شروع کنه این زبان عشق رو یاد بگیره هر جون این زبانش رو داشته و خیلی هم خوش بارشه چون یکی از آسون ترین زبان هاست بین این پنج زبان شما فقط نیازه که این کیف پولدار بگیری نه نه ارزاها نباید پولدار دار باشی ولی اگه که میبینی توش مثلا لنگ میزنی و طرف مقابلت یه سری انتقاد بهت که آقا مثلا کادو خوب واسه نمیگیری و اینا باید شروع کنی ببینی که در گذشته اون هیستوری چی بوده چه کادوهایی که گرفتی خوشش اومده با دوستاش صحبت کنی با پدر مادر و یا اینکه خیلی وقتا از خود همسر و یا پارتنرتون بهترین کار اینه که بپرسی آقا تو چه نوع دوست داری آخر که اونو عوض میکنی دیگه اینو میخواستم بگم مثلا همسر یا رو ب... پارتنر رو عوض پارتنر رو دیگه دیگه هی کادو بخواد دیگه وقتی نمی... نمی‌دونم من کادم کادو بله این نیستم پارتنر عوض می‌کنی یک کسی که مثلا کاتگوری فیزیکال تاچ مثلا فیزیکال تاچ اون انتخاب میکنی. بله آره و اینجور افراد اینطوریه که دنبال این نیستن که موقعیت خاصی باشه تا کادو بگیرن یعنی شما مثلا وسط هفته اصلا بی دلیل بی هیچی مثلا یه شاخه گل بهشون بدید و یه کوچکترین چیزی هم کلی خوشحال میشن کلی اون رو میذارن پای عشق و علاقه و خیلی به اون رابطه و استحکام عشق کمک میکنه بعد یه دیدگاه دیگه که کمک میکنه افراد این زبان رو بتونن بهتر و بیشتر یاد بگیرن اینه که به دیدگاه با نگاه سرمایه گذاری بهش نگاه بکنن و نیا... شاید نیاز باشه که برای یادگیری و به کارگیری این زبان نگاه رو به پول خرج کردن عوض بکنی یه سری که خب از پول خرج کردن و اینکه حالا به خودشون برسن اینا حس خوبی دارن یه سری ها نه اینطوری که میخوان پول پس انداز بکنن سرمایه گذاری بکنن و دیدگاه دیدگاه مثلا مخاطب پس انداز محور آره پس انداز محوری دارن و مثلا طرف میگه که آقا مثلا من برای خودم من کادو نمیخرم خودم خرج نمیکنم حالا بیا مثلا طوح طوح دیگه آره این کار بکنم ولی باید مثلا دیداشو رو تغییر بده ببینه که این خودش یه نوع سرمایه گذاری هست تو رابطه و به تقویت رابطه کمک میکنه و خیلی اگه بخواد اینطور نگاه بکنه خیلی از هزینه های مادی دیگر رو در آینده میتونه جلوش رو بگیر چون واقعا خیلی... هزینه وکیل دقیقا دقیقا چون خیلی از کیساب <تصح> بوده <تصح> <تصح bir> نه درست گفت حالا خنده ولی دقیقا همین مثال رو میزد میگفتش که خب حالا خانوما و آقایونی که خب این زبان رو داشتن و حالا پارتنرشون زیاد اینو متوجه نبوده و رعایت نمیکرده واقعا خب کارشون به جدایی کشیده و واقعا به جای رسیده که اون هزینه رو باید چندین برابرش رو برای پول وکیل و دیگه حالا اون اتفاقاتی که بعد از جدایی می افتاده. آخه سوال اینه, اینه که اصلا تو باید چرا بری وارد همچین داستانی بشی که برای جلوگیری از اینکه بری با وکیل سراغ کله بزنی بری کادو بخری آخه این اصلا خیلی آخه وقت خو... عاشق اینطوری بی بخش... ارزشی نیست نه, نه 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 اینطوری بود دیگه زبانشه اینطوری فکر کنم یعنی در این حالا در قبال راضی نگه داشتن اون فردی که حالا این مورد خاص فرض کنیم که خواستاش مخالف خواستای تو باشه چی به تو میرسه که تو حاضری مثلا به تو یه پارتنر رنشتان. خوشحال و اه... به کس خوشحال و اون اه... چی بهش میگن سرشاد عشق هست. آره چون این فقط یه فاکتوره به نظر من زبان عشق که هست حالا آره شاید یارو انتا کوالیتی دیگه داشته باشه که تو ازش خوشت میاد ولی برای اینکه از لحاظ حالا احساسی طرف و راضی نگهداری احساس میکنم این ریسیوینگ گیفت آره. یه اصطلاحی هست تو حالا این کتاب و کلا توی جایی که بحث ازدواج حالا روابط اینا هست لاف تانک میگن اون تانک عشق که مثلا مثل باک مثلا باک بنزین این این کارها رو که شما انجام بدین هی کمک میکنه که این لاف تنکه همیشه پر بمونه و به به تش نرسه که مثلا به جای باریک بکشه و یا مثلا دی خیلی دیر باشه برای انجام و کاری و یا حالا جلوگیری از اتفاقات ناگواری این یه زبانه که خب من خودم هنوز که هنوزه با این مشکل دارم تو هم نمیره ولی خب در این حال میدونم که خب خیلی اینطوری هستن و زبانشونه زبان بعدی و زبان چهارم هست Acts uh, of Service بره. ارائه خدمات و یا حالا همسریاری توی جا دیدم نوشته بود باحاله. منظور از این زبان انجام دادن کارهایی هست که مثلا میدونین همسرتون دوست داره انجام بدین و شما با خدمت کردن به همسرتون اونو خوشحالش میکنین کارهایی مثل مثلا پختن غذا، شستن ظروف، چیدن میز، اگه بچه دار باشید عوض کردن پوشک بچه پرداخت قبوز دیگه بگیر. این میکروفونو بگیری توی دست دیگه ای که تکونش نمیدی اینجوری <applause> <applause> این تکون میده نه خب حالا دست راست تکون بده آره پرداخت قبوز <تصفيق> 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 سرویس و ماشین به از, از اینجور تمیز کردن آره حالا اینا حالا نمونه های خیلی استریوتیپیکال و به قولی کلیشه ایشه ولی خب حالا تو هر رابطه ای میتونه اینا تغییر بکنه و هر چیزی که حالا روال اون رابطه هست و نرمالش هست و اگه زبان عشق همسرمون این هست ازش بخوایم بهمون بگه و که مثلا دوست داره ما چه نوع کاری رو انجام بدیم چون که خیلی هستن مثلا با دیفالت اینجوری که به دلیل باورهای غلطی که باشون بزرگ شدن یا شدیم با این زبان و حالا همسریاری به قولی مشکل دارن و تا جایی که میتونیم باید سعی کنیم که مثلا راه چرا میخندید راه پدر مادرامونو مثلا نریم الزاما اونا کار درستی نکردن حالا البته کلی گویی هم نمی کنم نمیگم حالا همه پدر مادر ها تو این قضیه لنگیدن مطمئنم پدر مادرایی بودن که مثالای خیلی خوبی بودن برای فرزنداشون و دیگران ولی به طور عموم حالا اون جامعه آماری که من تو ذهنمه اه... که میدین دیگه یکی بزرگترین همسریارهای ایران بود آره و به آگاه باشیم که رابطه نیازمند رسیدگی های جدی و منظمه و واقعا این کلیشه ها رو بررسی کنیم که خیلی اونا غلطن و به یادگیری این زبان کمک نمی هیچی کنن هیچی ما رو دورتره میکنن مثلا تو ذهن بعضی ها این هست که مثلا آقایون توی رابطه حتما باید یه سری کار رو بکنن خانوم های سری کار دیگه در صورتی که توی خیر رابطه ها برعکسه یا حت، حتی اگه همون هم هست ولی این نباید باشه که چون تو جامعه این جا افتاده که حتما آقای کارای کارهای بیرون خونه رو انجام بدن خانم و داخل رو ما هم همون مسیر رو طی بکنیم و اکثرا حالا کسایی که این زبان عشقشون هست این اکس آف سرویس وقتی که از طرف مقابلشون نمیبینن این صحبت کردن به این زبان رو شروع میکنن به انتقاد کردن و آقا مثلا به چی بهش میگم به سطوح میان شروع میکنن آقا گفتن که تو فلان کار نمی کنی, تو بیزان کار نمی کنی. ما باید حواسمون باشه که این انتقادها هر چقدر حالا قشنگ یا زشت ولی ما به این برسیم که آقا ما یه جای کارمون میلنگه و باید یک مثلا تغییری توی روند کارمون توی رابطمون ایجاد بکنیم و ارزم به حضورت این که آره من خودم داشتم حالا نگاه میکردم حالا کویزه رو زدم و اینا من یک زبان عشق اولی خودم همین اکت آف سرویس هست حالا چه حالا با همسرم چه با دیگران یعنی مثلا من خودم خیلی حال میکنم که برا بقیه نه که بخوام مثلا نه قضاوتت نمیکنی بگو آره بعدی مثلا من خیلی دوست دارم دوست داشتم و علاقه هم به دیگران اگه کاری از دستم برمیاد با انجام دادن اون کار نشون بدم و یه لحظه این اینه که تو دوست داری بقیه برات کار انجام بدن یا تو دوست داری برای بقیه کار انجام بدی یعنی تو بخش مم. گیرنده ای قضیه داری. یا بخش برای منم برا من سوال شد من دیگه. من چیزی که حالا شاید من اشتباه فهمیدم ولی یه جوری که انگار جفتش به یه به یه فاکتور میرسه یعنی تو هم دوست داری اونطوری ابراز علاقه بکنی از لحاظ مثلا سرویس دادن و اینا و, و, و وقتی سرویس میگیریم هم حس رضایت میکنی حس مثلا این چیزی که برای من اینطوری نیست برای من این تستی که زدم حالا شاید تست اشتباه زدم یا هر چیزی ولی برای من خیلی متفاوته برای من زبان عشق من رو زده words of affirmation بدترین words of affirmation دنیا رو دارم یعنی میتونم بهت بگم که خودم در ابراز کردن اینجور چیزا واقعا لالم <مید> 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 یه نکته بهتون میگم این <مید> این زبان عشقش خودتون رو میگه ها یعنی میدونم شما... می یعنی آخه الان بچه ها داشتن سر همین صحبت میکردن که می آیا دو طرف است یا اینکه یعنی مثلا تو هم میخوای به یه نفر ابراز علاقه بکنی اینطوریه یا نه ولی خودم مثلا من راحتترم با اکس آف سرویس یعنی <متحد> مثلا دوست دارم برای بقیه کار انجام بدم ولی برای من مثلا ورز آف افرمیشنه خب فراد یعنی تو میگی این زبان توه؟ آره من اونو توضیح دادم و در آخر گفتم حالا من برای مثال رو خودم نه نه تو نه نه تو نوعی منظرمه یعنی این اعدادی که نشون میده میگه این راهی که تو باهاش عشق تو به بقیه نشون میده یا راهیه که تو دوست داری بقیه از اون طریق آره آره،, آره آره, این دومی دو که گفتی آها آها آره که خوب از ایمان برد. یعنی درست یعنی پارتنر تو هم, هم که اون تست هنج... حالا این تست هنج... اینطوری دیگه مثلا دو تا پارتنر با هم میریزن میگه که آقا مثلا کارون زبانش اینه تو سعی کن به این مسائل مثلا رسید کنی سعی کن بیشتر فوکیس بذاری روی اکس آف سرویس و به همینطور برای به, تو، به همینو میگم نه نه من در جواب فرضا داشتم میگفتم و گفتش که بعضی جاها دو طرفه است یعنی هم دوست داری اینطوری بهت در واقع اعمال بشه هم دوست داری اینطوری اعمال بکنی 100 درصد ولی خب برای من میگه برای من متفاوت بود آره منم من مثل مثل ایمانم یعنی برای منم تو کیس منم متفاوته زبان خودم چیز دیگه زبان طرف مقابل چیزی زبان آخر که زبان خیلی مشهوریه و کارونم اصلا منتظر این زبان بود که بیاد زبان فیزیکال تاچ هست و یا تماس بدنی که تقریبا معروف ترینه و حالا اکثر افرادی هم که این کتاب رو نخوندن و یا با این مفاهیم آشنا ندارن وقتی صحبت از مثلا زبان عشق میشه اولین چیزی که تو ذهن خیلی ها میاد همین همین هست مثلا میگن زبان عشق مثلا لمس کردن و تاش کردن و ایناست جسمی جنسیه بله بله <applause> بعد میگه که تحقیقات زیادی انجام دادن و نشون داده که از بچگی نوزادانی که تو آغوش گرفته میشن بوسیده میشن نسبت به نوزادانی که مثلا برای مدت طولانی بدون هیچ تماس بدنی تو یه گوشه ای رها میشن سلامت روانی و احساسی بیشتری دارن و این همینطور تو، همینطور تو، توی رشد این بچه ها و تا بزرگ هم تاثیر میذاره اگه که اون افراد و اون کودکان زبان عشقشون زبان تماس بدنی و فیزیکال تاچ باشه خیلی روشون تاثیر میذاره مثلا مثالی که میزد میگفتش که یه سیلی زدن به بچه به کودک خب خودش خیلی کار بد و مثلا نا، ناپسندیه ولی اگه همون بچه چرا موزیانه دارید میخندید اون زیر ایمان تکس داده بود تو گروه ولی اگه که همون بچه بچه باشه که زبان عشقش فیزیکال تاچ باشه صد چندان اون تاثیر منفی که رو تاثیر منفی آره میذاره و همینطور اگه که اون بچه مثلا در آغوش گرفته بشه نوازش بشه و این یزی میتونم بگم این رو من داشتم نگاه میکردم برای بچه‌هام داره یعنی یه تست کودکانم داره که جالب بود نمیدونستم نوجوانان هم داره آره حالا اینا رو بعد که بعد آره. بعد بین پنج حسی هم که انسان داره حس لامسه تنها حسیه که محدود به یک ناحیه نیست چون که گیرنده های لامسه همه جای بدن هستن و از این روی که در مثلا تو بین زوجا تماس بدنی ابزار خیلی قدرتمندیه برای مثلا ابراز عشق و علاقه به همدیگه حالا مثالاش هست ل... آه... گرفتن دست هم دیگه بوسیدن بغل کردن و حالا آمیزش جنسی که ایمان هم اشاره داشت و اینا در های خیلی ساده و کارآمدی برای ابراز عشق به همسر و حالا پارتنرتون و دیگه ارزم بازدتون که چی میخواستم بگم؟ لمس عاشقانم به شیبای مختلف امکان پذیره میخوایی دیگه بشکافی بری تو آره خب آخه این یه یعنی سمیمیت رو ما بشکافی بری تو آره اون چهارتای قبلی خیلی سریع رد کرد آره بشکاف خب آخه خیلی پس بکنم بیسیکی دیگه آره دیگه بقل و بوسه و گرفتن دست همدیگه دیگه و اینا که خب نه چهار تا قبلی منظورم کوالیتی تایم و اون اکتا سرویس و اینا رو سیرت کرد که برسه به این برسم به این آره خب یه چیز نو یاد بده ببینیم چی چی <تصفح damned> میگه <تصفح>. <decoration> <كرات> قبل شروع اپیزود داش یاد میداد دیگه <تصفح Gender> به شیوه های مختلف امکان پذیره و همونطور که قبلا گفتم یعنی از چند خب پیش گفتم چون حس لامسه همه جای بدن وجود داره هر جایی از بدن همسرتون که عاشقانه لمس میکنید نوعی ابراز عشقه ولی خب این تو هر بدنی و تو هر شخصی متفاوته مثلا هر جایی از بدن یک شخص امکان داره با جای بدن از شخص دیگه ای متفاوت باشه و با میزان لذتش تفاوت بکنه یه وقتا یه چیزی مثلا وقتی تو ذهنت یا توی کاغذ مینویسی یه صدایی داره یه مفهومی داره به زبون که میاری اصلا خیلی دیگه مفهوم دیگه الان تو اون وضعیته این احتمالا وقتی داشته مینوشته اینو خب اوکی بوده منطقی بوده هم تو ذهنش هم روی کاغذ الان که به زبون داره میاره خب هر جایی از بدن من حسش با هر جایی از بدن من اون یکی فر... <تصحنت> فرق <تصحنت> 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 نه استیج سه مختلف داره اول تو ذهنته که خب خیلی خوبه میای رو کاغذ اول اونجا یه بار شوک میخوری بعد موقعی که از دهن میاد بیرون وسط از اپیزود اونجا یه شوک دیگه می سه دیده شده ایمان چند بار تو این موقعیت بوده آره بله لول 4 هم داره دیگه بعد که اپیزود میاد و میشتمش خب بعد این زبانم بعد از اون زبان گرفتن هدیه دومین زبان آسونه یادگیری چون که بهترین معلم و مربیتون تو یادگیری این زبان همسر و یا پارتنرتونه باید کامل رو در بسیار رو بذارید کنار و مثلا راجب به خیلی چیزهای دیتیل چیزهایی که مورد علاقه همسرتون هست یا حتی خودتون صحبت کنید و مطمئن بشید که حالا اون اون کار و یا حالا اون لمسی که شما دارید میکنید شاید تو ذهن شما باشه که طرف مقابلتون لذت میبره ازش و ازش مثلا باش حال میکنه ولی شاید واقعا این نباشه تو فکر رو خیلی هر کسی نمیخنده تو خودت داری فرزاد فرزاد این این چیز ولی من... چرا میگید این راحت به نظر من این دومین سخت است یعنی اولیش که کوالیتی تایم با اختلاف به نظر من اون از همه سختتر انجامش اینم خیلی سخته تو اینکه چجوری از طرف مقابلت فیدبک بگیری مخصوصا حالا فرهنگ ما که اینجور مسائل خیلی حالا باز باش برخورد نمیشه دقیقا جایی که ما بزرگ شدیم خیلی باز برخورد فرهنگ ما اینجوری که دو بنده رو پوش برود <applause> <applause> آره باز باش برخورد نمیشه اصلا تو شاید نتونی انقدر راحت نباشی با طرفت بتونی این چیزها رو به اشتراک بذاری حالا ایمان دو بنده رو گفت نه، گفته نه اما اصلا میگفت کروش 90 درصد آدما فکر میکنن که قضیه که بریم مثلا مثل خروس چنگی تمامشو بیای ولی اصلا داستان این نیست خیلی پیچیده تر و اینا حالا این به نظر من خیلی پیچیده است به خاطر اینکه همون چیزی که تو گفتی حواس در واقع لامسه مختلفی که حالا تو نقاط مختلف بدن هست و در واقع تایمینگی که تو داری اون کار رو انجام میدی چه وقتی داری اون کار رو انجام میدی به چه شیوه این خیلی میتونه پیچیده باشه چه جوری مثلا این چه جوری ممکن از گیفت خریدن کادو خریدن آسون در واجه؟ من دقیقا با موافقم به خاطر همین دلایلی که گفتی و دلیلی که حالا من خودم اینو شخصا گفتم دومین آسون ترینه اینه که تو فیدبک آنی میتونی بگیری حالا خیلی آنی هم نباشه خب نه اتفاقا همینو میگم به خاطر حالا اون موانع فرهنگی که ما داریم ممکنه فیدبک هم نگیری یعنی تو ممکنه یه کاری هم میکنی بعد فکر میکنی که خوبه ولی بعد میفهمی که نبوده آره شرط ممنونه که اون فرهنگه رو پشت سر بذاری و اون رو درواسیه نباشه دیگه ولی آره اگه اون باشه تو درست می... من احساس میکنم که حالا هرچی به نسل ماها نزدیکتر میشیم و احتمالا نسل بعد ما این فرهنگی داره پشت سر گذاشته میشه خیلی از این موانع قبلا شب وجود داشته تو نسل قبلی ما که الان وجود نداره الان خیلی راحتر در این مورد صحبت میشه الان خب قبلا اینطوری بود که طرف رو میوردن همون شب خاستگاری دختر رو میدید تمام میشد الان قبلش مثلا دیتینگ هست مثلا بعضی با هم مووین میکنن یعنی اون فرهنگه داره یواش یواش عوض میشه برای <applause> همین احتمالا هرچی بری جلوتر هم این راحتتر و راحتتر میشه حالا اون که تو گفتی که حالت خوبش بود از ها خیلی واقعا شب عروسی تازه عروس رو میدیدن یا اصلا میفهمیدن داستان چیه و فیلم هستی که اونجا که اون پرده توریه رو مثلا میزنم بالا تازه میبینم اون شهرزاد بابا فیلم شهرزاد ندیدید اونجا که اون قباد اولین بار شهرزادی نمیدونست که اونجا چیه که اینجوری که زد بالا تازه اون امید <تصف> خدا از ولی خب جالبیش اینه که من حالا همیشه صحبت میشه که ما فرهنگ ایران رو میدونیم و زیاد به فرهنگ کانادای خارجی وارد نیستیم ولی یه تحقیق خیلی سطحی که کردم و مثلا رو چند تا ویدیو یوتیوب و این برام بر دیدم دیدم که این تو فرهنگ کانادایی حالا اختصاصا خیلی خیلی شبیه یعنی این رو درواسیه اون احساس خجالته اون که تو بتونی راحت به اشتراک بذاری که آقا مثلا من چون میدونی به هر حال هر جایی که بزرگ شده باشی اینا باز برات یکم سخته اون یخه رو بشکونی بگی آقا مثلا من از اون لمسی که تو کردی مثلا حال کردم یا اون کارو نکن جور دیگه اون کار رو دست بکش آره آره واقعا خب مثلا <تصفح> خب نگاه کن ما الانم شاید بین خودمون چهار تایی میگی مثلا یکم <تصفح> آره آفرین حس راحتی نداره ولی خب وقتی اون اون چیز رو رد کنی اون ترش رو بگو اون حد نصاب آره اون حد رد کنید خیلی راحت میشه دیگه چون درست گفتی دیگه آره اینو گفتی این وان گفت اینجا رو فشار نده سریال فرندز رو که خب احتمالاً 80 درصد آدما آره دیدن اینجا که داشتن آره به مانیکا چیز داشتن به چندلر یاد میدونن یا گفت مثلا هفت تا نقطه گفت هفت تا اصلا باورش نمیشد بعد خب یه جوری بگو که حالا کسایی که نیدن یه ایده بیاد دست آره این دو. چندر مثلا یه آدمیه که یه ذره ممکنه توی روابط با خانمها مشکل داشته باشه ولی خب آدم باهوشی خیلی بانمک و اینا بعد با دوست دخترش مشکل داشت و حالا آره دوست دختر راضی نبود بعد میاد پیش این یکی دوتا دوست دخترش مانیکا و ریچل از اینا میپرسه که حالا مثلا من کار کنم توی تخت خوب باشم بعد این دوتا میگن بیا مثلا یه کار از خودکار میاره شروع می‌کنه کشیدن احتمالا بدن زن رو کشته بعد هفتا نقطه مختلف رو نشون میده و بعد این میگه من اصلا به ترتیب اینجا شروع کن بعد ترکیبی میزنه مثلا یک دو سه سه آره بعد سه چهار هفت آره میدونید دیگه سه پر دو آره هفت چنده خیلی تعجب میکنه که اولا که هفتا هست ولی بعدش که در واقع الگوریتم رو پیاده میکنه فرداش دوست دختر چنده میاد تشکر میکنه که درهای جدیدی از لذت رو بروی ما گوشورید ولی آره این این به نظر من خیلی مهمه خیلی مهارت مهمیه حالا دقیقا به خاطر هم مشکلات فرهنگی اصلا که به ما آموزش داده نمیشه هیچ اون چیزایی هم که ما میدونیم از در عقب یاد گرفتیم خب به جان که مثلا توی مدرسه ما یه استاد حالا آناتومی یه کسی که با سواده بیاد به ما آموزش بده تمام این چیزها رو علمی آموزش بده طوری که حالا ما آموزش شیدی. بچه های دیگه آموزش دیدن بیرو درواسی بگیم از طریق حالا مثلا فیلم های بوده, بر بوده. که این اونور ور بوده دوتا شایعه ای که بین بچه ها رد و بدل می شده یا تا این ما اومده بودن گفتن صحبت هم که همینطور راه نمایی. ما میان بهتون موز میدن نمیدونم دور حیات باید بدایید اگه بالا بیارید فلا. از این مزخرفاتی که حالا مطرح می شده ولی حالا یه نظام آموزشی درست چیزی که اینجا من میدونم آموزش میدن بچه خیلی سن کم چرا دبستان و ایناشون حتی قبل اون من جدیدا با یکی داشتم صحبت میکردم دو تا بچه خیلی کوچیک بودن اینا مدرسه میرفتن قشنگ اونجا همه چیزو بهشون آموزش میدن درست و اصولی اون به نظر مدرسه رفتیم به ما چیز آموزش نه روز اومدن سکس ادویکیشن درس دادن فقط به ما نشون که پروتکشن چجوری بکشین شما چند ساله رفته رفتی اینجا مدرسه من از گرید نه اومدم اینجا مدرسه خب آره این چیزی که من دارم میگم مال بچهای مثلا 5 6 ساله نه 7 8 ساله است توی الیمنتری سکوله. حتی قبل آره آره. پی... حتی پری اسکولشون مثل این کارا رو میکنن من آره. دبستان شنیدم ولی اونی هم که امام یه درسته توی کلاس پلنینگ یک روز اومدن آره, آره, آره اون ش... که بود مثلا برش... که... چی دارن دبستان د... 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 به طرف درس میدن خب این واقعا سوال رابطه جنسی میگن می و اینکه آره. بچه چه جوری به دنیا میاد و آره. هر میدونین خب مثلا من شخصا وقتی اون سن بودم هیچ ایده واقعا تو لکلک لک بودم مثلا بچه رو لک, لک قراره بیاره نه خب آره اینو آره. که اینا قبول دارم ولی اون مثلا چیزی که در صحبت کردیم و که به اونا تو دبستان یاد نمیدن که هفت نقطه خ... حساس وجود او اینا. نه نه بحثی نیست بس... به این بحث که مثلا ماها همیشه غریبه بودیم با این داستان بحث حالا اینکه تو چقدر با بدن خودت راحتی چقدر حالا با آلت تناسلی خودت راحتی چقدر از آلت تناسلی جنس مخالف و جنسیت مخالف آشنایی داری جنس مخالف آشنایی داری هیچ کدوم اینا رو ما نمیدونستیم دیگه ولی خب اینجا وقتی آناتومی آموزش میدن نمیدونم همین شیوه تولید مثل اینا که فرهاد گفته توی دبستان آشنایی میدن و یاد میدن که شما با بدنتون میتونید راحت باشید خب خیلی با ذهنیت ذهنیت مناسبتری رشد میکنی تا اینکه همه این چیزا برات تابو باشه و حالا اولین باری هم که میخوای بری تست کنی و شروع کنید صد درصد خطا میکنی و حالا من اینم بگم حالا شاید نظر منه شاید تو مدرسه که ما رفتیم آموزش نداده ولی همونطوری که فرهادم میگفت یعنی فقط فرهنگ ما نیست خیلی از کسایی هم که حالا تو کانادا هستن کانادایی هستن اینجا بزرگ شدن و اینا با اونام صحبت میکنی اینا همچین همچین دیوارایی وجود داره یعنی همچین لیمیتیشن وجود داره خیلی هستن که اونها هم نمیدونن اونها هم در مورد شالا برن بخونن و تو مدرسه و اینام بهشون آموزش خاصی ندادن نمیدونم شاید اون آره یه چیز استثنا بوده یه من یه... نمیدونم این چند وقته نظام آموزششون این کارو میکنه شاید نسل قدیمشون اینجوری نبوده و خب همیشه هم مباحث مذهبی فرهنگی هستی که حالا جامعه کانادا کمتر آمریکا بیشتر اینا سنتی اند خیلی هاشون همه ولی یه سری دیدگاه حالا سنتی مذهبی ممکنه وجود داشته باشه داشت که جلوی این قضیه رو بگیره ولی حالا به صورت کلی ما که از فرهنگ خودمون داریم میگیم اونو مسلطیم میگه یه یه نکته ای که میگفت توی م... که مربوط به این زبان آخری میشه زبان تاج میگفتش که حالا کاپل هایی که الان با هم هستن سعی بکنن که اگه در آینده تصمیم بچه دار شدن دارن و بچه دار میشن از نشون دادن عشقشون جلوی فرزندانشون نه هراسن مثلا نگیرن جلوی خودشون رو بوس کردن بغل کردن نوازش اینا و میگفت طبق تحقیقاتی که انجام شده حالا اون چیزایی که هست دیگه. آره خب صد درصد اون چیز داخل اتاق خواب که دیگه خب. آره گفتی آقا آقا همچین می... نه هراسان گفتم که خب نه نه خب همین بوس کردن و بغل کردن و اینا خب دیدین تو خانواده ایرانی قشنگ خیلی دخل. آره خیلی کم هست می... نشون می... می گفت نشون داده که بچه‌ها که تو خونه های تاچی دقیقا بزرگ شدن خیلی بعدا با اینجور مسائل راحت‌تر کنار اومدن و یا اگه که مثلا پارتنرشون مشکل داشته تونستن حتی پارتنر رو کمک بکنن که اون هم هم لول اونا بشه و بتونه هم مسیر بشه. واسه همین این این هم حالا یه نکته با بود که ماد برای آیندگان هایی که تصمیم به فرزند آوری داشتیم این رو رعایت بکنیم خب شما ها تستاتون چی کا رو چیکار رو گفتیم؟ آره یه پنج شد خب بریم یکم صحبت بکنیم ببینیم که شما چیکار کردیم میخوام بگم برای من اصلیش words of affirmation is... چیزاشم بگم درصداشم بگم 33 درصد کوالیتی تایم 20 درصد اك... برزا وقت میشه یعنی که اه, تعریف تمجید بشنوی آره آره کوالیتی تایم چقدر؟ 20 درصد اکس آف سرویس 20 درصد ریسیوین گیفت 20 درصد فیزیکاتاش هفت درصد <تصف> <تصف> آره ایمان اصلا تا چی نیست <تصف> بخ... اصلا من یه چیزی که واقعا بدم میاد حالا شخصی دیگه میتونه عزیزی بدن بیاد شخصی دیگه الان کارون بارد ما رو میزنه <تصفيق> <تصفيق> دیگه مثلا توی خیابون یا مثلا تو اتوبوس نشستی پشت سر دو نفر افتادن دیگه سلام علیکم میشوره دیگه از تو <applause> دیگه <اصلا> افتاده لب <applause> جسمی جنسی داره ازش میگیره اونو ببر یه تنها انجام بده دیگه آره من اینطوریم بابا تو ماساژ من این رو میدم نمیاد چند درصد سه درصد هفت درصد هفت اصلا خیلی پایینه ولی خب دیگه حالا چقدر نزدیکه به اون چیزی که از شناختی از خودت داری من احساس میکردم عکس اف سر نه البته احساس نمیکردم چون من موقعی که تستشو دادم من مشکلی که دارم فکر کنم اکثر هم که اینجا هستن مشکل داشته باشن زیاد نمیتونیم به کسی اطمینان کنیم که یه کاری رو با هم انجام بدیم من دوستم خودم مثلا اگه یه کاری هست میدم یه پروژه هست فکر میکنم که خودم مثلا میتونم انجامش بدم برای همین مثلا با کسی مثلا حالا اگر که رابطه احساسی هم وجود داشته باشه اصلا کسی رو دخیل کارهای خودم نمیکنم سواله بیشتری که داشت در دا مورد اکس سرویس میپرسید این بود که اگر که یه پروژه‌ای هست تو عقب افتادی مثلا پارتنرت میاد کمکت بکنه یعنی دوست کدومش برات بهتره <applause> من خب اصلا آه. من اینو یه جور دیگه داشتم تفسیر میکردم اما اونجا مثلا میگفت تو یه پروژه‌ای داری ترجیح میدی مثلا بغلت کنه یا برات یه کاری انجام بده من اینجوری فرض کن تو یه پروژه وحشتناکی داری چون اون مثلا تو یه غذایی درست میکنه یا یه مثلا کافی میاره اون میشه یه کاری کردن نه اینکه حالا بیاد پروژه تو رو انجام بده نه <applause> یه جایش مثلاً... صراحتا پرسید پروژه تو درست آره 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 من حالا دارم رو نباید فکر کنم. کنیم شاید کسی خواست آره, آره ولی خب احتمالا حالا من بین words of affirmation و acts of service شاید بین این یه ذره بالا پایین باشه ولی خب بقیه من از داره من درست آقا مثلا میگفت وسط خیابون از هم دیگه لب میگیره خب نه دیگه چرا وسط خیابون لب میگیره چه کاریه نمیگی لب لوله با <تصفح> <تصفح> من نصف حالا کامنت های که اصلا مثلا شوخی و خنده از آقا اصلا که راز لب و لوله کن <تصفح> لا, لا, <تصفح> <تصفح> لا 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 عرض بگو تو من من فکر کنم چند روز بعد اینکه فرهاد اپیزود رفت تست رو دادم و اسکرین شاتش شده داشتم ولی هر الان هر چی گوشو نگاه کردم نبود ولی یادمه که اولین در واقع زبان عشق من چیز بود همون اکت آف سرویس با بالای 25 درصد بود فکر کنم و پایین ترینش هم فکر کنم 3 درصد بود همون در واقع هدیه گرفتن و ریسیوینگ شبیه گرفت. من من فرضاً و آره برای من خیلی چی؟ هم تو یه خانواده بزرگ نه نه آقا یکی بودم منظورش <تص> خیلی برای من چیز بود دیگه ما درست بود به نظرم بعدش بود بعد اکت آف بود یادم نیست فقط <todavía> این دوتا رو یادم این مقدمه رو چیت که بگه من یادم نمیاد این دوتای اصلی رو بهتون میگم فکرم درستاده شده داشته نیمه خب کارون تو چی؟ کارون بریم سر از 97 درصد فیزیکال تا نه اتفاقا برای من اولیش اکس آف سرویس با 33 درصد بعد دومیش فیزیکال تا 27 درصد فکر من هم این هم داریم در میارم. بعد تایم oh, right. 20 درصد درصد یکی مووین کنیم ورز آف 17 ای hmm. بابا من... بگو اینا که سه درصد میگیرم ریسیوین گیفت هیچ کدوم سوالا رو گیفت ها رو نزدم چون من, آره. من نزدم من هیچ کدوم رو اصلا این در دعابه رو میزنه یه جایش واقعا من هیچ کدوم از گذینا رو نمیخواستم انتخاب کنم بر همین حس کنم تسته یه ذره مشکل داشت مثلا آره. دوست داری تو خیابون بغلت کنه یا گیفت بگیری کدومش معنادار تره برا تو بر من هیچ کدومه اصلا هیچ کدومش معنادار نیست نه بین این دوتا بیمعنی ها کدوم بین این دوتا هم به نظر جفتش خیلی معنی بود آره من به این یه انتقادی که به این کویز هست همینه ولی خب خودش باره ها توی حالا مثلا سمینارهایی که میره و اینا میگه که هر چقدر هم اصلا مسخره ترین آپشن باشه این دوتا شما باید بین دوتا آپشن یک کدوم انتخاب کنید توی حالا خب چرا من این و... وحی منزله دفتن. که شما مثلا بعد از نه ولی دفتن خب دفتن این چیز منی... چیزی که الگوریتم چیز آرگوریتم دیه. داره دیگه پشتش آخو یه آرگوریتم جدید آره این یه ذره اینجوری بود بعد یه خیلی هم هر سالی برای من میاد یه گیفتی توش داشت سال که احتمالا داره یکیه انگار همهش داشت گیفت رو با یه سری چیز دیگه مقایسه میکرد که خب اصلا برای من گیفت مهم نبوده. نمیدونم این دیگه جایگشت همه رو با گیفت با افرمیشن گیفت و سرویس گیفت و نم فلان. آره راست فرض اینم بود اعداد من من ترتیبش همین بود اصلا اعدادش هم فکر می‌کنم همین چون من چند سال پیش دادم دقیقاً یادم نیست چند سال تو دو, دو روی این قضیه کار میکنی؟ بعد دو هفته است یادش نمیاد تو چجوری چند سال هم یادت میاد <applause> نه خب دوباره ریویوش کردم ولی اعدادش یادم نیست که دقیقاً چقدر بود ولی میدونم که سه درصد اون گیفت همون سه بود و ترتیبش همین ترتیب کارو اینقدر ما آدمای گیفتی نبودیم که بین خودمون هم تصمیم گرفتیم آقا تو رو برای تو بی خودی یکی به اون یکی گیفت ندید الکی پولتون رو دور نریزید این قانون رو وز کردیم خیلی که خیلی واقعا زندگیمون هم راحتر شد آدم های سرویس کاری هستیم آره تو ایمان مثل که زندگیش راحتر نشده بعدش نمی اومد یه <تصفح> <نه>. جی پی او هم یه ده هشتاد بود چی بود استقال کرد خوب استقال کرد سی هشتا سی هشتا هم وسط می من, من مشکل هم با گیفت داده اینه که <تصفح> دوست ندارم فقط یه چیزی بدم فلعی. هم تو فله ای دوست دارم یه ذهنیتی پشت یه فکری پشتش باشه ولی خب اونم خیلی سخته دیگه به قول فرهاد پیدا کردن اون چیزی که طرف دوست داره اول با ببینید دوست داشته باشه به کارش میاد و یه چیز معنوی هم براش داشته باشه یه ارزش معنوی هم داشته باشه من خیلی سخت میشه برای همین ترجیح میدم که نباشه تا بخواد آدم فیل بکنه چون فیل آره ندادنشه من خودم مست. چون این ریسیوینگ گیفت آخرین زبانمه اصلا هر کم به کادو می... نه هر کی بیشتر کادو هم که میگیرم انقدر روش فکر میکنم و اکثر که میرم مثلا تر... پس میدم یه چیز دیگه میگیرم یا مثلا تغییرش میدم این دمپایی که ای چیز... برات گرفتم پس دادی نه خب اونو دیگه خب خودم گفته بودم یه جوری کلو پس دادی نه خب اونم همون دیگه اون کفشو خب... پس دادی آپدیت آب از یالا همه رو <تص> نه ولی خب خیلی گیر میدم کلن تو کتم نمیره همین دیگه ممنون که با ما بودید حالا آخر یعنی این اپیزود هم که میاد من هم لینک اپ این کویز رو هم لینک وبسایتیش رو میدم ایمان بذاره لطفا توی دیسکریپشن ها ایمان ایمان ببینم چی و بزنید بهمون بگید تجربه شما چه جوری بوده و بزنید بهمون بفر من یه سال دارم تو به عنوان آدمی که پیر تعهل ما هستی توی این جمع چهار نفره و کسی که حالا اینو کتاب خوندی احتمالا تمرین کردی وقتی میگه سه سال پیش خوندی سه سال پیش دقیقا تستشو دادی قبل و بعدش چقدر تفاوت کیفیتی بود توی رابطت یا اینجوری بگم تفاوت محسوس حس کردی یا بعد از یه مدت برگشتی به همون سeting دیفالتی که داشتی یعنی یه مدت احتمالا تاثیر داشته باشه بعد برگشته باشی به سeting دیفالت آره خیلی خوبیه سوالت ببین حس میکنم عین مثلا ورزش و اینا همش نیاز به تمرین و چیز داره پشت کار داره این نیست که مثلا یه بار یه ایده رو یاد بگیری یه بار یه رو یاد بگیری دیگه اون بشه مثلا دیفالت تا ته همون رو بری همش نیاز داری که روغنکاری بکنی این داستان هم مثلا ریویوش بکنی اینا ولی آره من واقعا تغییر یعنی اصلا <تصفح> چرا میخوام من واقعا تغییر یعنی اصلا یه دلیلی که خواستم همچین اپیزودی رو برم این بود که خودم شخصا تغییر محسوسش رو حس کردم توی زندگی و حالا تو رابطم خواستی روغن و... کاریش کنی هم آره روغن کاری مفاهی منظورم بود توی ذهن و... چون آدم یادش میره دیگه مثلا یه مدت که همه چی طبق همه چی رو روال پیش میره و خیلی گل و بلبله عادت میکنی بعد شل میکنی اون طرفو میدونی یعنی دیگه دیگه اون مباحث کیاد تو که نمیتونی طرفو شل کنی تو رابطه رو یه شل اون طرف داستانو منظورم اون طرف داستان بله بله صف گرفته بوده جدی گرفته بوده دیگه وا میدی بعد خب سری سری نشون میره سری یه جای داستان میزنه ویرون این چه طرز شوخی طرفو بعد یه جای داستان میزنه بیرون میکنی طرف از یه جاش میزنه بیرون از اول اپیزود سرای ولی <applause> <سرق> 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 <بلي>, آره من من آره دلیلی هم که خیلی باحال کردم اینه که خب خیلی خیلی ساده است من حداقل اینو خیلی ساده میبینم این داستانا رو تو با یه سری تویک های کوچیک با یه سری تغییرات کوچیک تو رابطه حالا خی... به ظاهر کوچیک میتونی نتایج خیل را... خیلی خیلی خوشایندی ببینی و واقعا ریل تایم میتونی فیدبک بگیری این واسه من یا خ... اه... من خیلی لنگ میزدم زدم توی این داستان و واسه من شخصا خیلی اه... سودمند بوده و مثلا اه... مس... اه... مسمر پس یعنی تا زمانی که حالا این تمرین یادت بود و انجام میدادی تاثیر مثبت داشت حالا آره. یه ممکنه آره. به هر دلیل یادت بره یا آره. انجامش آره. ولی انجام دادی تاثیر در واقع معنادار سیگنیفیکنتی داشته توی زندگیت دقیقا, خیلی خوب <applause> یه چند تا کامنت داری برای ما بخونی <تصفيق> <تصفيق> آره ام... مجیب توی توییتر در مورد اپیزود با آریان گفته بود که قبل از اینکه بحث موسیقیایی باشه ایشون از اون آدمایی بود که بسیار دلنشین و دوستانه و ایزن بیشیل پیله صحبت میکردن ممنون از خودشون برای صحبت مفیدشون و ممنون از شما برای دعوتشون جالب بود با آریان هستی هم گفته بود ولی ای کاش توی این اپیزود جدید خودکست با آریان اون, مز... اون, موزیک پخش میشد نمیدونم کدوم موزیک موزیک ایمان میگن دیگه ایمان میگن نه نه خیلی ها پیگیر شدن اصلا عجیب واقعا ایمان... شدم من چون فکر کنم آره. کسی پیگیری نشود یه جایی هم قول داده که یه تیکه خودش نه. باقدر. من قول ندادم گفتم شاید ممکن بشه هست. که من این کارو بکنم ولی نمیدونم ایما از اونا برو که ها رو برمیدارن بعد بقیه حد میزنن یه چیز تو ببین چند نفر دیگه هم تو این دخیلن بعد اوه آقا انتلیکچوال نمیتونه نه آخه شما که شنیدید اصرار نداره دیگه روی یوتیوب یه کامنت اومده بود که اسمش هم ننوشتم ولی مثل اینکه یوتیوب تو ایران فیلتر نبوده آره بعد چی داره میشه اینو من آه. یه هفته در میون از یکی از دوستام که حالا دمشگرم یوتیوبی فالو میکنه این کامنت رو میگیرم یه, یه هفته های میگه من همینطوری مثلا میبینم بعضی وقتا میگه باید بی پی داشته باشه اه... امیدوارم به... که فیلترش برداشته بشه و خیلی خوب بشه خیلی راحت تر اینا رو پخش بکنیم واقعا این هفته خبر اومد که آقای بیل گیت با یک بازیگر خانم هالیوودی به نام رشیدا جونز که فکر... کسایی که آفیس رو دیده بودن دوست دختر جیم بود توی قبل اینکه با پم حالا دوست بشه و ازدواج کنه اینا آره و آقای خوش میگیم به آقای بلی ایت به عرصه, عرصه, عرصه پادکست به جامعه اگه بزرگ اگه خواستی بگو یه حالا یه <تصحیح> شاتش بکنیم آره چیز آره. چه به داشت میگفتش که اونجایی میفهمی که این پندمیک واقعا مثلا دنیا رو تغییر داده و فشار رو داده وقتی که میبینید بیل گیتس هم دیگه شروع کرده پادکست دادن با خودش داشت مصاحبه میکرد داشت باش مصاحبه میکرد اینجوری گفت ولی خب خیلی آدم جالبیه خیلی آدم باسواد و پخته و خوشبختانه از اون رقابت و اون فضای حالا رقابتی این شرکت های بزرگ هم اومده بیرون خودش رو جدا کرده کامل متمرکز روی کار فلانتروپیش در واقع انسان دوستانه ای که انجام میده بعد خیلی باحال دیگه این پادکستش هم من خودم از گوش ندادم خبرش رو دیدم امیدوارم که من چند دقیقه قبلش گوش دادم جالب بود اتفاقا بحث چی بود اسمش چی بود ده... آهان Ask big فکر کنم بود هم. بعد در مورد همین این بیماری بود و تغییراتی که قرار حالا بعدا تغییراتی که تجربه کردیم و قراره بمونه حالا وقتی که بیماری بره اونا بعد در مورد همین اپلیکیشن زوم بود که خیلی از میتینگ ها تو این برگزار میشه خیلی از خیلی اتفاقات دکتر ها اینا بعد گفت که یه خود بیرگیت زوم ها اشاره کردش بعد گفت ماکروسافت هم یه چیزی داره به نام تیم و <applause> <applause> خیلی باحال بود که مثلا اینشون خنده داره خبر دیگه که این هفته اومد از اندونزی بود که تو خونه یه شخصی یه شهاب سنگ ف... در واقع اصابت کنه به سقف میره 15 سانت توی زمین و 15 سانت فقط؟ آره مثل اینکه چند سال نوری سن داشت 15 سانت رو زمین سفت خوبه چند سال فاصله است سنش خیلی زیاد بود عددش رو میلیونی بود انگار سن... میلیون چهار میلیون آره درست دیدی الان یا به ذهن من اعتماد نکنم چون منم این عدد رو دیده بودم آره یه چیز عجیب غریبی بود کلی هم فروختش آره نزدیک یک میلیون و خورده دلار ازش خریدن که مراقبت کنه از این سنگ و اینا چون خیلی مثل اینکه اتفاق نمیفته یا وقتی که اتفاق میفته مثلا میفته تو قیانوس و یا جایی که اصلا آدم رو نمیفهمن که این شواب سنگ اومده رو زمین بعد سوالی که من زد دارم چقدر بزرگ بوده این شواب سنگ تو دست جا شد آره تقریبا خیلی بزرگ نبود ولی فکر می کنم اگه می خورد تو سر یکی داستان ساز ساعت... تخمین زده شد 4.5 میلیارد سال قدمت دارد نه نه این, این سایت اشتباه داره میگه ولی آره یک میلیون و هزار دلار فروخته پیدا کردی عمرش منم کارون ف... چار و نیم یرز آره او او پس درسته آره خیلی حالا میماش در اومده بود تو توییتر که اگه این اتفاق تو ایران میافتاد باید یه پولی هم از میذاشتیم میدادیم به ستاره ها و دیگه پول به, پول به موزه ها میدادیم و دوستانیه. یه یه قسمت داشتیم شروع کردیم چند اپیزود پیش قسمت شاید شاید, 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 شاید دروغی هفته بود بله. کانادا اعلام کرد این هفته که نزدیک به یک میلیارد دلار <applause> کسایی که حالا کانادایی بودن یا کانادا نبودن یا شرایطش خلاصه نداشتن که اون کمک های دولت رو بگیرن کمک های <applause> دو هزار دلاری ماهیانه رو بگیرن اینا جمع شده و نزدیک یک میلیارد دلار و این داستانیه که الان هست 100 هزار نفر تخلف کردن دوستان آه. من امیدوارم که یک یکشون رو تو شهر آفتابه بندازن گردنشون بچه یک <تصح> با... یکشون رو خیلی نامردیه خیلی. بعد یه،, یه خبر دیگه اومد از یه آقای توی آمریکا که مثل که خب دولت آمریکا هم یه همچین کمک های بیشتر برای بیزینس ها البته برای افراد معمولیم بوده ولی داشته و این آقا اصلا بیزنسش کارمند نداشته هیچی نداشته اونا و نزدیک یک و میلیون دلار وام میگیره از دولت که مثلا حقوق کارمنداشو بده کارش نخوابه و فلان و ایشون پولی که میاد مستقیم میره فراری میخره نمیدونم ساعتهای رولکس و اینا میخره خیلی هزینه زیاد تو استریپ کلاب و اینا میکنه و, و الان گرفتنش ایشون باز بود استریپ کلاب ایشون هم بعد بیان به نظر اینجا آفتاب بزنین گردش نفر اول صف بذارنش یعنی وقتی یه یه تحصیلاتی رو میذارن تسهیلات تسهیلات رو تحصیلات. تحصیلات. میذارن برای اینکه یه سری آدم که حالا نیازمندم بهشون کمک بشه یه سری آدمی که تحت فشارم بهشون کمک بشه یه فشار از روی آدم ها برداره و میان از سوء استفاده میکنن دزدی میکنن اینا رو واقعا باید به بدترین شکل ممکن مجازات کرد واقعا. یعنی امیدوارم یه کاری بکنه کانادا در این مورد. نه جدی میگم اصلا ایمه در نظر خیلی کار کسیفیه جز دستش هم اینا رو همه رو مجازات کنیم یک یکتونو میذارم اینجا تو صف یک یکتونو <laughs> به قول سپر میخوام یه تیر تو زانوشون باید بزنیم بگم سف فایسا یه خبر دیگه هم از اوهایو بخونیم این در مورد یه قاضی خیلی باحال بود وقتی من خوندم خبرش جالب بود در مورد چند تا جرم که چند نفر انجام داده بودن انجام داده بودن بر در واقع بر ضد حیوانات و اذیت و آزاری که به حیوانات کرده بودن یکیش این بود که خانومی البته این خ... این خانومی که این کار انجام داده بود یکم خبرش قدیمیه مال 2005 بوده 35 تا بچه گربه حالا نمیدونم این سی و کجا از کجا داشته ولی توی شب سرد مثلا زمسونی ول میکنه تو جنگل سی و پنج گور بچه بعد جنگل با آنها پیدا میکنن و خلاص خانم رو دستگیر میکنن و جور و در واقع حکمی که این، حکمی که مجازات این مجازات یا حکمی که این قاضی میبره برای این خانم به جز حالا اون پول و پولی که باید بده و مثلا فکر کنم 20 روز زندان بره و اینا اینه که یک شبانه روز بدون آب و غذا اینا ولش میکنن تو توی جنگل. جنگ آره ایوالا. تو جنگ حالا از کجا میدونیم و البته حالا دور جنگل نمیدونم گارد بوده که حالا چیز نشه ولی خب این یه مجازاتی بوده که ایشون برای این خانم نوشته بود اه... یه دونه دیگه هم بود خیلی خوب بود ام... آها یه خانوم دیگه هم دستگیر کرده بودن که ایشون سگش رو یک هفته گذاشته بوده تو آپارتمانش که آپارتمانش هم خیلی مثلا کثیف بود و اصلا در حد بود که برای مثلا خوب نبوده اصلا برای زندگی حالا انسان و حیوانش فرق نداره بعد ایشونو رو دستگیر میکنن و دوباره به اضافه اون حالا اه اه چه چجوری زنده مونده توی هفته همین یه عکس هم هست ازش که خیلی اصلا خوب نیست بعد ایشونو حکم میده که یک روز اگه اشتباه نکنم باید تو چیز زندگی کنه توی مثلا اون قسمتی که زباله ها رو میارن و در واقع این حکم این حکم, این حکم... حکم چیزی ها. یه حالت حکمه قصاص توریش <applause> <applause> انجام میده تراماتایز میشه برای چشم آره برا... و خیلی آدمایی که طرفدار حقوق حیوانات و اینا خیلی خوششون اومده از این آقای قاضی ولی امیدوارم که قاضیه در مورد خطایی که در مورد حقوق انسان ها اتفاق میفته همین حکما رو بدن یعنی میدیدیم ما بعضی موقع یه جورایی مثلا میگیم که در مقابل حیوانات طرف کاری کرده این حالا حکمه سنگین رو بهش میدن اگه یه کلاهی گذاشته بود سر یه آقایی یه انسان دیگه و زندگی طرف کلا از این رو به اون رو کرده بود بدبختش کرده بود مثلا میگفتم او باید بریم زندان آب و غذا میدیم گرم و نر اینا رو اینجوری جریمه می‌کنند کلی نظام سیستم درمانیشون باید هزینه کنه اینا رو از لازه روحی دوباره درمان کنه نداره دیگه آمریکا برای همین <تص> حالا آره دیگه اینم خیلی خوب ببندیم اپیزود رو ممنونم که تا اینجا با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم ما توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواید با مستقی ما مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به ما خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ